Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. صبح همگی بخیر بر رسانه های محترم بر همگی احترام تقدیم میکنم دین روز ما یک مجلسی که مسما به جی سی ام بی یا نشست برد مشترک نظارت انسجام ایره در ارگ ریاست جمهوری داشتیم هدف ای برد امی است که ما امرای دوستای بین المللی خود مخصوصا او تعداد از دوستای ما که برای ما اونا کمک مالی میکنن هر شش ماه باید بشینیم و از اجراعاتی که حکومت انجام داده و او تعهدات را که دوستای ما برای ما کرده بودن یکی دیگر را با خبر بسازیم در اکتبر سال گذشته ما یک مجلس در پایتخت بلژیم در بروکسل داشتیم و در اونجا ما امرای دوستای ما بعض تعهدات داشتیم که به صورت مشخص 24 تعهد بود که از این 24 تعهد 19 از او مربوط ما میشه یعنی حکومت افغانستان و 9 تعهد دیگه مربوط دوستای بین المللی ما میشه که اونا باید از طریق خود انجام میداده ما از امو 15 تعهد یک نظام ساخته بودیم که اول به سطح تکنیکی چطور ای بین ادارات ما مخصوصا او اداراتی که مکلفیت اجرات ای تعهدات دارن اونا چی کارا را بکنن که بعضی تعهدات بین الوزارتی بود بین چندین وزارت بود که وزارت مالیه مسئولیت امانگیر داشت بین تمام ادارات به سطح تکنیکی به سوی رئیس صاحب های وزارت ها و معین صاحب ها اینا وقتاً فوقتاً می آمدن که تمام می شیشتن و همطور از سطح تکنیکی دونرا را دعوت می کردیم در وزارت مالیه می شیشتیم و صحبت ها می کردیم و که متعهدات ما باید کارش پیگیری می شد و پیش می رفت همزمان در سطح پالیسی وقتاً فوقتاً ما به کابینه گزارش می دادیم که تعهداتی که ما کردیم اجراعاتی که ما انجام دادیم چه کار ما پیش رفته چی مشکل در سطح پالیسی موجود است که الحمدلله دیروز که انصافاً یک مجلس موفق بود از چند نقطه نظر اولی که ما تعهدات را که وعده کرده بودیم با موز ضرب الاجلایی که وعده کرده بودیم او با مو وقتش صورت پذیرفته بود و دوم این مجلس ما نسبت به مجالس دیگه که بسیار ظاهری و تشریفاتی و اینا بود تغییر دادیم این را به یک دیالوگ واقعی تبدیل کردیم که یک تجربه نو بود ولی ما فکر میکنیم که بسیار مؤثر بود لااقل امو اظهار نظرهایی که از دوستای بین المللی خود شنیدیم اینا هم ایشیوه را بسیار ترجیح دادن و گفتن که من بعد باید این کار را بکنیم او قسمی بود که به عوض از این که یک نفر مسئول یک وزارت می آمد از اقدامات خود با یک نوت کد خود می آورد و یک بیانیه جور می کد و را خوانده می رفت ولی که بسیاری وقتا هم و جزیات و هم چیزی که ما باید بگویم او در بین از او گم میشه این دفعه اطور کردیم که یک میز مدور وارر ساختیم اما مسئولین وزارت ها را اونا را دعوت کردیم و از دونرام در اونجا دعوت کردیم و از جامعه مدنی خودم دعوت کردیم که اینی تعهدات ما بود ما اینی کارا را کردیم اینی کارای ما در جریان است اینی کارای ما عملی نمیشه بنابر اینی مشکل یا اینی کارای دیگه خود ما وقت تکمیل کردیم و در او صورت باز دونرا گپ خود می زدن چیزایی که شنیده بودن و جامعه مدنیام گپ خودم میزد که براستی بسیار بسیار شوی خوب بود یعنی ما همگی با او قناع یعنی یک رضایتمندی موجود بود که همین شوه را ادامه بدیم این رای یک دیالوگ واقعی را باز میکنه بین ما که صادقانه یکی دیگه خوده به مشکل که باید بشنویم گپای یکی دیگه خوده باید صورت بگیره که دین رو زمین تجربه نو بود و تجربه بسیار موفق هم بود خب اگر شما لازم میبینین که ما جزیات هر 15 تعهد برای شما بتم که ما چی چیزا گفته بودیم او را ما در خدمت شما قرار میتم یک کپیش دارم به عوض از اینکه ما وقت شما را ضایع کنم ولی مثلا یکی از تعهدات ما ای بود پارسال در بروکسل طور مثال براتون میگم که مو تعهد اول ما است که حکومت افغانستان تعهد کرده بود به خاطر آمادگی
یک انتخابات عادلانه و شفاف و افغانستان شمول. دیگه وانا شما خبر دارین که حکومت افغانستان بر علاوه که از طریق شرایط قسمی آماده کرد که خود کمیسیون انتخابات ما قادر به این شد که تاریخ انتخابات تعیین بکنه و آل یک جدول منظم ساختن که تا چه وقت مراکز رایدیی را باید لستش تهیه بکنن و دیگه کارهای تکنیکی که مربوط از اوناست کل از اون را ترتیبش گرفتن که کلش سر مسئله بودجه است و ما کت دونرا و چیزی که مکلفیت حکومت افغانستان است ما در داخل بودجه خودم پیش بینی داریم که امو سهم حکومت افغانستان چی خواد بود. دیگه او به عوض از او که ما سر لست از او گپ بزنم کور خدمت شما همه گیره با جزیات میتیم هم کارهای ما ترتیبش گرفتن خواهش مایی است که او را با جزیات امرای رسانه های محترم شریک بسازین یا ازشان دعوت بکنین که مسئولین وزارت مالیه مخصوصا بخش پالیسی ما سر کل جزیات برشان چی بکنن. من تا امو بسته را که ما برای شما آماده ساختیم کل جزئیات برتان میگه که اینی تعهد ما بود تا بال کدام کارا صورت گرفته. بعضی تعهدات است که ما تکمیل کردیم، به طور مثال برای وزارت مالیه نمیفهم تعهد شما را چند است، برای ما گفته بودند که حکومت افغانستان و وزارت مالیه به نمایندگی از حکومت افغانستان با صندوق وجی بین المللی داخل مذاکره میشه، نتانه ای که امو تعهد که قبلا شده بود او را یعنی پیش از حکومت وحدت ملی امو اعتماد دوباره را ایجاد میکنه، بلکه به خاطر از او عملا یک پروگرام را امروز از اونا به موافقه میرسه که ما می کار را کردیم. سال اولی که ما آمدیم امروز از اونا یک پروگرام موقت نوماه داشتیم، تعهداتی که ما و میخواستن چیزایی که از ما انتظار داشتن کلش انجام دادیم و نهایتاً که جز از این تعهد ما بود آل ما امرای صندوق وجی بین المللی داخل یک پروگرام 3 ساله شدیم که تمام از او مذاکرات شد سر تمام جمله بندی و سر گپای از او سر از او پروگرام با موافقه رسیدیم و امضام کردیم خلاص شد و امیال یک تیم ما در آذربایجان در اوجا امیال در مذاکره هستن سر چون امو بخش اول تعهدات ما را با چیزی که ما کت از اونا کرده بودیم اونا را یا بسیار موفقانه ارزیابی کردن خود صندوق وجی بین المللی آله ده چی دومش میریم چون این جز تعهدات ما بود. دیگه عموم مکلفیتی که مربوط ما بود ما او را موفقانه تکمیل کردیم و خلاص کردیم، ولی اتر تعهدات است که متاسفانه ما در او کمبود داریم، او را انجام یک قسمت شد دادیم ولی مشکلات برای تطبیق از او داریم. معنایشی نیست که ما از او شانه خالی میکنیم، ولی امور هم صادقانه گفتیم برش که مشکلی نیست این نیست ولی بعضی چیزهای دیگه که مثلا 3 قانون گفته بودیم، یکی قانون جزا، یکی قانون زمینداری و قانون استملاک، ایره گفته بودیم جز تعهدات ما بود. ما تمام تای مراحل قانونی از او را خلاص کردیم، نهایی کردیم، ولی در قانون افلاس که باید خلاص میکردیم که جز تعهدات ما بود دو بعضی مشکلات است. بله مشکلات هم برشان اونجا گفتیم که چی است و وزارت محترم تجارت ما امرای وزارت عدلیه متعهد هستن که کارم خلاص بکنه. دیگه یک قسمت گپ اما گپ عمده امی چیز بود. گپ دیگه ای بود که از جامعه مدنی خود، از سکتور خصوصی خود، از وزارت‌های خود و از دونرها ما بعضی چیزهای خوبی دیگه شنیدیم، یعنی مفکورهای خوب است، مشکلاتی که ما فعلا عملا به او داریم او را گفتن و اونو را مدینه روز تعود کردم در آخر روز مجلس که او را ما از طریق شما کته مردم شریف افغانستان او را شریک میکنم. بله چون باعث یک امانت او برای ما مانده شده بود، ما گفتم که ما او را امرای شما شریک میکنم. اول مثلا در قسمت فساد اداری، فساد اداری یک مشکل است. این ما تعهد کرده بودیم که ما با این مبارزه قاطعانه میکنیم، مبارزه جدی میکنیم، ولی دوستای بین المللی ما به این قناعت نداره. حکومت تلاش خود کرده، ما کار خود کردیم، مرکز عدلی و قضایی جور شده،
جرایم سنگین که باعث یک اداره قوی انفاظ قانون که اینا را کمک کنن در این کارایشان، اونا امرایشان کار میکنن. دفتر لوی سارانوال ما بسیار قاطعانه در پشت از گپ استاد است. خود استر محکمه ما و قضات ما ای تعهد دارن، ولی ما صادقانه بر از اینا گفتیم که کدام کارا را کردیم، کدام کیسار از وقت ایجاد حکومت وحدت ملی ما ای را کارش پیش بردیم، فعلا جریان از قضایا چی است و بعد از چی میکنیم. و شما خبر دارین که به خاطر رسیدگی به این مشکل که هم مشکل سیاسی است، هم مشکل اجتماعی است و هم مشکل تکنیکی است. مشکل سیاسی شو برای رسیدگیش رو ما یک شورای عالی ساختیم به نام شورای حاکمیت قانون و ضد فساد اداری، کونا مکلفیت شانمی است که خود رئیس جمهور رو تمام به شمول قاضی القضات صاحب و لوی سارانوال صاحب و وزیر صاحب عدلیه و اینا که در تمام مجالسش جناب معاون صاحب دوم هم در اونجا تشریف نداشته باشه و دیگه وزارت های که مربوط شانی کار میشه اونا میشینیم و سرش بحث میکنیم، در اونجا فیصله میشه، فیصله سیاسی و در سطح پالیسی. بعد از اون چیزای تطبیقیش و چیزای عملیش باید از طریق دفتر لوی سارانوال صاحب و دفتر قاضی القضات صاحب باید صورت بگیره و دیگه گپایی که برای ازی چطور تقویه شوه و چطور بودجه داده شوه و چطور امکانات داده شوه و چطور کده دونرها کار شوه و اونا هم خبر باشن و هم باید اینا را تقویه کنن، اینا این ای کارا کلش در موسط شورا میشه و ما هم امراشون کمک میکنیم. دیگه اینی یک معضله هست، مشکلات هست. یک قسمت دستاورده حکومت داره واقعا، در بعضی کیسا بعضی مشکلات داریم. این امیر صادقانه که دوستای خود گفتیم و اونا مردم قانعی هم هستن، مردم مشار هم هستن و بسیاری جزیات و گپایی را که ما شما شاید نفهمیم اونا میفهمن. اونا از اقدامات حکومت رضایتمندی خود نشان دادن، ولی همزمان نگرانی های خود و چیزایی که بر از اونا سوال است او را هم بر ما شریک کرده. دیگه در قسمت چیز در قسمت اصلاحات است. بله، در قسمت اصلاحات او گپ آخرش همی بود که بسیار خوب است، حکومت بسیار از اصلاحات گپ میزنه و ما هم حمایت میکنیم و منابع تمویل و امکانات را ما در اختیار شما میتیم و از بسیاری کارهایی که شده در اصلاحات از این ما خوش هستیم، کارهای خوب صورت گرفته، ولی آخر روز نتیجه اصلاحات برای همگی ما مهم است. این هم برای مردم ما مهم است که اینا نتیجه اصلاحات ببینن که براخره امی اصلاحات سر زندگی از اینا چی تأثیر داره. و یک خواهش ما از رسانه های محترمی است، ما در یک قسمت ما هم کمبود داریم که به مشکل شاید باید ما تمام جزئیات را بر شما نگفتیم که امی کمبود را امروز ما از رئیس به اطلاع رسانی ما و سخنگوی وزارت مالیه خواهش کردم که امی باب گفتگو و دیالوگ با رسانه های ما صادقانه بدون از اینکه چیز پت باشه یا کتمان باشه به صورت منظم باید شروع شوه و شما در جریان کل گپ باشین. بسیاری چیزهای خوب شده که شما یا از طریق شما مردم ما خبر نداره و ما هم نتانستیم بنابر هر دلیلی که بوده که بر شما برسانیم که اصل گپ چی بوده. بنابراین کل گپ همی بود که اصلاحاتی که میشه ایره شما بر مردم برقم برسانین که ما قناعت مردم رو بشنویم که نتیجه اصلاحات چی بوده و تأثیرات از این سر زندگی از اونا چی بوده. گپ بسیار خوب است، گپ بسیار منطقی است و ما داریم چیزهای موفقی که ما نتونستیم برای مردم خود برسانیم بگویم، ولی موجود است، کار شده و بعضی چیزهای خوب دیگه است که سرش کار شده میره. به طور مثال ما در وزارت مالیه همین پروژه آسان خدمت شروع کردیم. پروژه آسان خدمت معنایش است که در یک حال کلان جور میشه و در او تمام خدمت رسانی یا عرضه خدماتی که برای هموطنهای ما امیال برشان یک مشکل است را برشان مشکل حل میکنه.
به عوض از اینکه در بانک علایده برن، به عوض از اینکه پاسپورت خود از یک جای بگیرن، به عوض از اینکه تذکره خود از یک جای بگیرن، کارهای موتر خود، جواز رانندگی خود یا جواز سیر موتر خود از یک جای بگیرن و همین رقم چیزایی که خدماتی که یا وزارت مالیه، مسئله تکس است، مسئله گمرکات ماست، اینا کل زیر میاریم دینما تو در یک محل آوردیم که کارایش بسیار زیاد کارش پیش رفته، حتی برای فامیل شهدا و معلولین ما، اکرامی قوای امنیتی ما، اینا کلش ما در یک جای جمع میشه که تا جایی که ما خبر دارم در حدود 24 سرویس دهی را ایره هم پروسش ساده ساختن و ایره آوردن در زیر یک چتر که به عوض از اینکه یک هموطن ما که او از خود یک طفل هم داره و طفل خود بگیره و بره در یک بانک و مشکل خود میاره در اونجا هم برشان شرایط امکانات ساختن که طفلشان هم در اونجا بسیار مسئول و مطمئن ازشان نگهداری صورت میگیره و بسیار محترمانه و بسیار به شکل با عزت امکانات برشان فراهم شده، میرن کار خودم خلاص میکنن و برای مامورین ما هم در نظر گرفته شده که بعد از وقت مامورین چطوری ای امکاناتی سهولت ها جایی که هست و یک تجربه بسیار موفق است. تجربه موفق است که هم در کشورهای همین منطقه ما مثل آذربایجان، مثل جورجیا، کسایی که همون مشترکات فرنگی هم کدشان داریم در اونجا می کارا شده، در اونجا شده دیگه افغانستان بسیار به شکل خوبتر انشالله میشه. اینی کارا هم شده، مردم هنوز خبر ندارن دیگه. اینه به طور نمونه براتون گفتم، ولی بسیار کارهای دیگه هم هست که این مقصد میست که اما ریفورم اما گپ آخر همی بود که کلگی میگفتن که اصلاحات که میگن ما اصلاحات گپ کتک کتک میزنین و ما چیم نامزی رو ایره میگیره، ما اویش به ما غرض نیست، برای ما بگوین که سر زندگی ما چی تاثیر دار. دینمی گپ ما گفتیم که ما را قانع ساختن که براستی ای کم بود ما بود، امی نقصه را ما رفع میکنیم، بعد از او به زبان خود شما به مرقم خود شما امی گپ برتان میرسانیم و امی رقم برای دونرهای ما، چون اونا وقتی که کمک میکنن برای ما پول میتن، میخواین که برای کسایی که پول خود در اینجا برای ما فرستادن برای ما اتباع خود ای قناعت بتن که نتیجه پول شما که در اینجا ما برای افغانستان کمک کردیم اینی رقم اتباع افغانی از او افغان از او مستفید میشه. دیگه گپ سیوم همی بود که همی چیزی که براتون گفتم نقیصه ارتباطات یا اما فاصله که بین حکومت و بین مردم مخصوصا در قسمت اطلاع رسانی و به موقع بر از اونا اطلاعات را برشان رساندن ای یک مشکل است. دیگه موضوع دیگه ای بود که شما خبر دارین ای توسعه برای ما بود، ای را خدمت شما میگم که در ظرف 2.5 سال گذشته حکومت ما الحمدلله در قسمت جمع‌آوری عواید یکی از دستاوردهای خوب ما بود. مثلا مثال ما که آمدیم تمام عواید که ما از چی عواید گمرکی بود، چی عواید مالیاتی بود یا عواید غیر مالیاتی، جمع‌آوری از این کل مجموع از اون 99 میلیارد افغانی بود. در روزی که ما آمدیم که ما خدمت شما می گفتیم که در وقت جمع‌آوری عواید هم مشکل داشت و اما کسر بودجه هم و ای که در خزانه مشکلات خود پول نقد داشتیم، این رو ما خدمت شما قبلا هم گفتیم. ولی آل الحمدلله امیال که ما کرد شما گپ می زنم تعهد ما ای است که ما عواید خود را جمع‌آوری شد موافقی که کردیم 154 میلیارد افغانی باید جمع‌آوری بکنیم. کیره ما در بودجه امسال خودم پیشبینی ما میست و جز تعهدات ما هست امرای صندوق وجی بین المللی. دیگه کل گپ امی بود و ایره ما قبول کردیم، حالا جز پالیسی ما هم شده و ایره خود رئیس به جمهورم در نطق افتتاحیه خود امی چیز را گفت که حال به عوض از این که ما زیاد چی بکنیم تأکید بکنیم یا تمام منابع و امکانات خود را به این که عواید جمعاری بکنیم که او به یک چی خوب افتاده، نه در یک رای خوب افتاده و هر سال طرف امو سیر سعودی خود را تایی میکنه، این کار را بکنین، ولی آل کل فکر شما، کل توجه شما سر ایجاد کار و به خاطر فراماوری شرایط خوب اقتصادی که کار خلق کنه و توسعه اقتصادی بیاره، آل فکرتان سر ازی چی کنی؟
دیگه ای ای یک تصمیم بسیار کلان است که گرفته شده که سابقم البته یک بود ولی برای ما اما میخواستیم که سر پای خود استاد باشیم و امکانات خود ما دیگه ای دیگه گپ بود که یعنی از جمعوری اواید که کار خوب است کتابال به یک طرف خوب روان است آل زیادتر شما سر پروگرام های فکر کنین بیارین پروگرام های عملی گپای را که توسعه اقتصادی مخصوصا کار خلق کنه که بر از او هم بسیار پروگرام های خوب ساخته شده که در کوتاه مدت اگر کار شروع کنیم چه کار خلق کرده میتونه و در میان مدت چه کار را باید بکنیم که کار خلق شد دیگه جز تعهدات قبلی هم بود آل بازم یاد شد و ایره ما به شکل امانت بر شما باید بگویم که امو چطور ما ام صلاحیت ها را از حالت مرکزیش بکشیم زیادتر به سطح ولایات و ولسوالی های خود در اونجا ما صلاحیت هایشان را بیشتر بکنیم و امکانات برای از اونا رقم فرام بکنیم که مصرف بودجه و اینا هم یعنی هم صلاحیت هایشان زیاد شوه هم امکانات زیادتر در اختیارشان قرار بگیره به سطح ولسوالی ها ای جزء چی مام بود اگه یاد شما باشه من قبلا هم خدمت شما گفته بودم که امو پالیسی سازی ولایتی او را ما یک طرح جور کرده بودیم وزارت مالیه امرای ارگان های محل دیگه او طرح در کابینه آمد و تایید شد و نهایی شد و آل صدا سر ما می بود که آل دیگه شروع کنین امیره برای ما نشان بدین که چقدر صلاحیت میتین تا سطح ولسوال و چقدر امکانات مالی در اختیار از قرار میتین که در اونجا شروع شد و اصل کار در اونجا ما باید ببینیم چیره دیگه سر اصلاحات قضایی و اینا بسیار بحث شد مخصوصا شما خبر دارین که متاسفانه در چند واقعی که صورت گرفت ما امو بهترین نفرهای خود مخصوصا امو مستنطقین و کسایی که در سارانوالی ما کار میکردن اونا را ما از دست دادیم چون اونا در مبارزه بسیار قاطعانه در مقابل کسایی که قانون چکنی میکنن اینا در مقابل از اونا هستن و در خط مقدم هستن کل گپ همی بود که سر امنیت از اونا و امکانات که تأمین بکنه امنیت از اینا را سر ازی باید وجوزیات کار شوه دیگه مسئله انتخاب مامورین ملکی بود که بسیار سر ازو تاکید شد که دو چیز باید شوه یک اصل شایستگی با مو شکل شاید و بایدش باید صورت بگیره و سرعت داده شوه شما خبر دارین که کمیسیون اصلاحات اداری ما کار را شروع کرده و امتحانات اینا را شروع کرده ولی عملا مردم ما آمدن تحصیل خود کردن رفتن در بیرون امکانات بیرون و با مو امکاناتی که برشان فراهم شده بود درس خود خواندن منتها امکانات کار برشان نیست تا که کس واسطه نداشته باشه در یک جای گرفته نمیشه که متاسفانه این نقص اول در وزارت خود ماست کسی که واسطه دار بود و یک نفر آورد و فشار آورد و در رقم تعدید دیگه کرد بر از او شرایط مساعد میشه ولی کسی که درس خود خوانده تعلیم خود کرده بهترین دیپلم هم داشته شایسته ترین محصل هم در وقتش بوده و امو تعهد هم برای وطن خود داره کسی را نمیشناسه بر شمی امکانات فرام نیست دیگه گپ اصلی همی بود که چطور شرایط را ما بر از اینا فراهم بکنیم و بسیار زودی کار باید بکنیم مسئله چی هم گفته شد سرش بحث شد بسیار سر مسئله مواد مخدر که چطور یک مشکل کلان است به او چطور رسیدگی شد مسئله غصب زمینا سر از او بحث شد و گپ زده شد و به جزئیات سرشان چی شد و ای که ما چطور آل چند سال کار شده تعداد چی ما زیاد شده متعلمین ما یا ولی آل سر ازی فکر شوه که چطور کیفیت تعلیم تربیه ما بالا بره چطور شرایط بر از اینا مساعد شوه که ما تعلیم تربیه عملی رو بر از اینا شرایط امکانات فراهم بکنیم بر علاوه ازی که مشکلات داریم بسیاری جای ما ناامن است که اونا برشان شرایط مساعد شوه و بر از اونا رسیدگی شوه یعنی از
چیزای ابتدایی که مثل چوکی و میز و اینا و صنفای درسی و یا سر کیفیت تعلیم و تربیه و سر عرضه خدمات سی و می رقم سرش بسار تاکید می بود و گپش می بود که نه تنها از طریق رسانه های ما بلکه امی اطلاع رسانی از طریق جامعه مدنی هم باید صورت بگیره، اونا با جزیات خود باید جز از این پروسه ببینن، به این مانا که از اول که یک چیزی دیزاین میشه یک پروگرام است از او با خبر باشن تا وقتی که این تطبیق میشه که اونا هم کمک کنن برای مردم به اطلاع رسانیشان. مسئله چی بحث شد؟ امی متاسفانه یک معضله هنوز هم است، امی توازن که متاسفانه زن و مرد ما چی نداریم، نه هنوز هم خارجی ها جندر میگن ما جنسیتی میگیم، یا سرازی گپ زده شد مخصوصا در مجلسی که ما بودیم، متاسفانه در اونجا کم بوده خانم ما بود، گرچه چند خانمی که آمدن صحبت کردن بسیار بسیار با افتخار و بسیار پر محتوا و بسیار قوی صحبت کردن که یک تعداد ما مردم این کار کردن نمیتونستیم، ولی در اونجا ای چی بود، همین مشکل همین نقیزه بود. باز او را ما به یک رقم چی کردیم که وعده کردیم که باز در مجلس بعدی که صورت میگیره امیر ما عملا نشان میتیم که به این نقیزه رسیدگی شده باشه. سر موضوع مهاجرین ما بحث شد، سر از او به جزئیات گپ زدیم، هم مهاجرین ما که در کشورهای همسایه هستن، هم مهاجرین ما که در کشورهای دورتر از ما هستن که به اونا چی رقم رسیدگی شد با در نظر داشت امکاناتی که ما داریم. در قسمت سکتور خصوصی بحث شد که اینا چطور باید برشان شرایط بهتر و خوبتر فراهم شد و اینا چطور جزء تمام تصامیم باشن و یعنی کلش با جزئیات بحث صورت گرفت. سر وزارت معادن ما و تمام معادن ما و منابع منرالی و اینای ما به جزئیات سرش بحث شد، چون او میتونه شده که یکی از منابع کلان عایداتی ما شوه، ولی متاسفانه در چند سال گذشته بنابر دلایلی که در اونجا سرش بحث شد ازش استفاده نشده. سر مسئله مخابرات اینا بحث شد، شما خبر دارین که یک پالیسی از طرف حکومت پاس شد که شرایط را فراهم میکنه برای کمپانی‌های بیشتر مخابراتی که اینا بیاین و مخصوصا یک قسمت از اینا در انحصار مانده که انحصار شکستانده شوه. دیگه ای به جزئیات سرش بحث شد و گپ زده شد که چطور ای رای عملی ازی فراهم شوه. در قسمت یک چیزی بسیار عمده که بود که ای سرپرست محترم وزارت کار بالا کردن که گپ بسیار معقول هم بود که ما باید یک سروی بازار کار داشته باشیم، مارکت کار داشته باشیم و بفهمیم که ضرورتهای ما یک سال بعد، دو سال بعد و پنج سال بعد چیست که به اساس از او باید ما متعلمین خود یا محصلین خود تربیت کنیم و یا از طریق کورس‌های عرفوی و مسلکی یا از طریق ادارات تحصیلات عالی ما. دیگه یک بحث بسیار خوب بود ای که در قسمت سکتور خصوصی خدمت شما گفتم، ولی ای که چطور هم سکتور خصوصی شرایط فراهم شد و هم به خاطر جلب سرمایه گذاری خارجی چی کارا صورت بگیره. دیگه اینمی جزئیات از این خب بسیار زیاد است، ولی من عناوین براتون گفتم که در اونجا مطرح شد، بحث شد و امی مسئولیت را باز ما گرفتیم که او را از طریق شما برای مردم خود میگیم. حال پلان بعدی ای است که در ماه اکتوبر، در پنج اکتوبر که معادل امی ماهای میزان ما شما میشه، در اون وقت بخیر ما فکر میکنم چارده میزان یا پانزده میزان میشه، در او تاریخ بخیر باز ما یک مجلس داریم به نام مامورین عالی رتبه. اگه یاد شما باشه یک سال دو سال پیش هم میره داشتیم،
باز ای اما مامورین عالی رتبه کشورهای تمویل کننده ما از پایتخت های مختلف من باز اونا ای را کپایی که ما زدیم و تعهداتی که ما کردیم و تعهداتی که اونا کردن باز میشینیم بحث میکنیم صحبت میکنیم باز ای آمادگی است برای امو مجلس کلانی که به سطح وزرای خارجه و وزارت انکشافی در سال 2018 در اکتبرش با صورت میگیره که باز ما بخیر برتان میگیم تاریخ دقیق از او را در ماه اکتبر است ولی تاریخ دقیقش و امو موقعیت اصلیش که یعنی ای کارا به خاطر از نمو میشه که او باز ادامه چیز کنفرانس بروکسل است. در کنفرانس بروکسل خود ما تعهدات گرفتیم، تعهدات مالی از دوستای بین المللی خود. حال این کارهایی را که میکنیم به خاطر از ایست که تعقیب و پیگیری شوه، هم این مجلس که دیروز داشتیم جی سی ام بی، هم مجلس مامورین عالی رتبه که در باز در ماه اکتبر است که باز شرایط آماده میکنه برای مجلس که در سال 2018 است که وزیرای انکشافی و وزرای خارجه تمام کشورهای تمویل کننده ما در یکی از پایتخت ها باز میشینیم و بحث میکنیم که چی کارا صورت گرفته و چی کارهای دیگه بعد از این صورت بگیره. دیگه امی خلاصه گپایی که میخواستم که شما شریک کنم امی بود. حال از سفیر صاحب یاماموتو از او خواهش میکنم که او صحبت های خود کنن چون به نمایندگی از دوستای بین المللی ما و کسی که به صورت مشترک ایره پیش میبریم ام موافقی ما می بوده. اینا مسئولیت چه دارن؟ اینا از طرف جامعه جهانی بر شما صحبت های خود میکنن و باز ما فکر میکنم یکی دو سوال باز گرفته میشه ما در خدمت تان هستیم.